با بیچارگیش و من یکی عالم باشم، تو یکی عابد باشی، من یکی با تقوا باشم، چنان مغرور و متکبر که من خو بیز و جنت میرم، من بیز و جنت میرم. خدای قهار قاهر است که سلب ایمان کنه، ایمان بگیره است به وقت جان کردن. عمل چی شد؟ ضربه صفر. هر عدد ضربه صفر، ریاضی دانان میفهمه که صفر. ایمان سلب شد نشده؟ شیخ برشیسا سلب ایمان نشد؟ به هزار عابد و عالم یک شیطان و برشیسا و یکی دو سه چهار تا یک نمونه است. میلیون های هست که کس نامش نمیفهمه، همین روز میمره به ایمان میره. من شاید بمریم، الله رحم کنه سر من، الله چقدر ترسیدیم، معلوم نیست. وقتی که معلوم نیست، من خود از تو پایان میگیرم که پایان گرفتی گپی کاکای سفید که امید داریم. امید وقتی میه که خود پایان گرفتی، که پایان گرفتی رحم الله آمد، که خود عالم نگرفت، خود عابد نگرفت، خود حافظ نگرفت، خود حاجی نگرفت، دعوتگر نگرفت، مجاهد نگرفت، خوش اخلاق نگرفت، سخاوت پیشن نگرفت، نماز خوان روزگیر نگرفت، با تقوا نگرفت. تو یک جوانی هست شراب نخوردی، خوش باش، بگو الحمدلله، ولی رحم کو به یک شرابی، رحم کو به یک شرابی. شیخ زنون مصری در یک جای میرفت، زنون مصری کی؟ زنون مصری یک جای میرفت که یک گژدم منتظر دلب دریا نشسته است. گژدم قربقه آمد و بالا آمد، بالا بالا بالا، خود به گژدم نزدیک میکنه. قربقه مخلوق کیست؟ الله فرمان داده که یک بنده شرابی اوجا خواب است، مار نش میزنه. گژدم ببرده اونجا که گژدم مار نش بزنه. بنده مار میخواه مار نش بزنه؟ خداوند میگه سر قربقه آمد سر نزدیک گژدم، گژدم سر قربقه نشست، ای خیز کده و خیز کده و خیز کده طرف دریا. زنون خود حالا با قایقی که نزدیک بود خود انداخت، تیز رسه که رمز چی است. ما شب و روز پیسه حساب میکنیم، به فکر پیسه دیوانه هم و شار ماما هم دیوانیم هم. او از زنون به فکر حکمت است، به فکر اسرار الهی است. در اینترنت خواندین کسی که زیاد پیسه حساب کنه سخت مریض میشه؟ دکترای روز ثابت کرد، بگوین استغفرالله. آنچه را که دین میگه، آنچه را که شریعت میگه، امروز طب امروزی ثابت کرد به دست هر فاسق و فاجر و بی نمک و بی وضو و جنوب و بی نماز. تو نیست؟ توف که او را دانو بزن یکان ماچم بکن، گیره که او را جیبت بان. دکترهای دنیا ثابت کرد که هر کس پیسه زیاد حساب کنه سخت‌ترین مرض گرفتار میشه. کمی قرآن ورق بزنیم، کمی کتاب ورق بزنیم، کمی دست ها را به جای نماز مسجد و جماعت بانیم، کمی چشم ها را به عشق دیده خوی بتیم. چی گفتیم برادر عزیز؟ زنون مانگه بی زنون مبارک و طرف رفت که گژدم ایخ قطیز میده و خو چنگدار خداوند است دیگه، چنگدار الهی است، فرمان است، میده و ایتو تیز میده و زنون ایران با که گژدم ایخ قطیز نمیده. هرچی عاجل خودت همی مار رسان، مارم یک نیستد، مار جا بجای مرد. شرابی بیدار شد که زنون دوست خدا به زیر پاش استاد است. زنون نمیشناسه این شرابی است. زنون چی میگه؟ ای ولی خدا، السلام علیکم و رحمت الله، تکبیر الله. زور دیده زنون، زور دیده این عالم، زور دیده این عارف قدرت الله را دیده. السلام علیکم یا ولی الله. شرابی چی میگه؟ قربان مرا دوست خدا نگوین، من یک فاسد آدم است. میگه او برادر قصه را که کرد، یک بار این شرابی سر به سجده گذاشت، گفت پروردگار بسم از شراب و بدبختی و فسق و فجور، بشنون شرابیان ما، زناکاران ما، قماربازان ما. ایچتون کم نمیشه که دستشانو بگیرین، دفتن شما دوزخی نمیشه دست یک قمارباز اگر گرفتین. یک نکته را جوان ها فراموش نکنیم، ثواب کم ندانیم، خورترین ثواب کم ندانیم. وقتی یک ثواب را میکنیم، بوی که ما یک کوی از ثواب را کردیم، تشویقتان میکنیم، گناه را هم کم ندانیم. وقتی گناه را میکنیم بگوین یک آسمان بزرگ به شانه ماست. وقتی با دختر کس نگاه میکنیم فکر نکو زنای چشم است،
بگو اوها گناه زنا به من نوشته نشه. گناه زنا، تو زنا نکردی، چشمای زنا کرده، ولی بگو نشه که گناه را گناه زنا فکر کن. آنجاست که نجات پیدا میکنیم. خداوند ما را متواضع بسازه. راهش گفتم براتون، ایمان معلوم نیست، هرچی تقویت بلند، ایمان بین خوف و رجا است. امید ما به عمل ما نیست، امید ما به خود ما نیست، امید ما به تقوی ما نیست، امید ما به دارایی ما نیست، امید ما به ذات ذوالجلال است. بگوین الله اکبر. حتی جناب محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم چرا اینقدر گریه؟ پیغمبر علیه السلام امیدش به خودش نیست، امیدش به نبوتش نیست، به رحمت الله است. این در حدیث صحیح بخاری جلد دوم صفحات اولش است. جناب پیغمبر علیه السلام به صحابه گفت در میدان محشر حتی محمد مصطفی نمیتانه که به عملش جنت بره. عملش معلوم نیست، عمل کس نه، به عملش جنت بره. گفت خیلی چطور میرین یا پیغمبر و چطور میبرین گناهگارا را؟ گفت رحمت الله. ما براتون یک دو سه جمعه پیش گفته بودم حضرت عمر صاحب که شهید شد، نه کاتبی و کسی که رازها را پیغمبر علیه السلام برش میگفت چی بود؟ بله، ده حذیفه الیمانی. این مبارک بیا گفت حضرت عمر. ببینید حضرت عمر اشعری مبشره است، ولی تواضع را ببین، تواضع را سعی کن، نمیگه به جنتیستم. حذیفه صاحب بیا گفت یا حذیفه خونم میره گریهشم میره، او زخمیست نیست شهید میشه، هم گریهش میره هم خونش میره. یا حذیفه لیست منافقین برد معلوم است؟ گفت بله، یک تا رسول الله لیست برای ما گفته. منافق کسی کافر است، نامش مسلمان، خودش در لیست بی ایمان است. خداوند ما را از او مردم نگرداند. عمر یه خوب گریه کرد، گلوش صاف شد، دل خدا اول یخ کرد، گفت حذیفه نام عمر دولیس نبود. حضرت حذیفه گفت که پدر و مادر فدات شده، بسیار کار سخت کردی به باز پس به پسینه ها، نام شما دولیس نیست یا عمر. حضرت عمر گفت الحمدلله. اعضای فامیل دوستا و رفیقا گفت یا عمر آیا شما اشعری مبشره نیستین؟ صد فیصد جنتی شما نیستین؟ پیغمبر اصلا برتون نگفته؟ گفته. گفته خسر پیغمبر گرامی نیست؟ گفت هستم. گفت کسی نیست که رسول الله علیه السلام گفت از کوچه ای که عمر بگذره شیطان فرار میکند؟ گفت بله. گفت چرا اینطور گفتی خیلی؟ گفت این چیزایی که تو گفتی خو عملای است، که این چیزایی که تو گفتی خو رحمت الله است، ولی من به رحمت خدا تکیه دارم اما به عمل خودم تکیه ندارم. این چیزایی که تو میگی این رحمت الله است که برای من داده. خداوند ما را هم متواضع بگردانم. حضرت عمر صاحب جایی که میرفت کس نمیشناخت، از بس که تواضع میکرد کس نمیشناخت. یک روز یک مولای صاحب جا آمده، یک مولای صاحب بزرگوار، مولای صاحب سرمدرس، مولای صاحب استاد اکثر علما. این دوست ما با او جنجال داشت که من 5 روپیه بده. او میگفت که ندارم. خوی او فکر نمیکرد این دوست که یک عالم است، بس علیقه فکر نمیکرد که یک عالم است. او تو ما رضاستان خود برادم استاد بزرگوار بین خیریت شما گریهتان میگره به شخصیت این عالم، به تواضع این عالم، نمیکرد او خیلی مسئله شاگرده بست تو به من سیاست میکنی؟ نه قطعا نه. حضرت عمر صاحب بعضی وقت در بعض شهرها بچه ها با کلوخ می زدن، نمی گفت که من عمر هستم. بچه ها لباس می کشیدن، نمی گفت من امیر المؤمنین هستم. یک روز یک عسکر آمد دویده دویده، خبر فتح مجاهدین می آره، سر اسوار است بسیار هم تو با تمتراق خبر آورده دیگه. مسلمان ها پیرو شده و مردم، یک آدمی با کاله های پینه پینه دمرجیستار است. گفت چی وقت پیدا شد؟ گفت دیروز. میخواست سوالی بعدی کنه، پس شو تلک حضرت عمر صاحب. حضرت عمر دور مبارک افتی باز خیست کالایش رو میتکنه از خاک. او برادر استاد چنه یک سوال دیگه مانده، مسلمان ها چند نفر شهید دادن؟
خب اینک 10-15-20 هرچی که شهید دادن شهید دادن. تو رو به این گپا چی کاکا بره گم شو سو استغفر الله. باز عمر صدا میزنه از دم دم به اسب میره و او اسبکی مبارک سوار است که میره کجا میری کاکا چرا ور خطاست سوال مرا جواب بگو. من از امیر المؤمنین میرم. عمر فاروق نمیگم امیر استم نمیگم ولی و پادشاه استم نمیگم ولی استم و والی استم نمیگم عالم استم عابد استم نمیگم میدانی خسر رسول علیه السلام استم نمیگم وزیر دست چپ رسول علیه السلام استم. میدانی عمر کسی است که بعضی آیت ها به نظر عمر فاروق نازل میشه بگو این الله اکبر. از چی هست؟ توازو تا شهر میده و سوال میکنه و یک چیزی میگه و با درکت میکنه تا که به شهر رسید و قاصد نمیشناخ از دیگه شهر بود که عمر است. یک بار مردم متوجه شدن گاهی به اسم میبینن گاهی به عمر. کسی گریه میکنه کسی هیجانی شده که چی میکنه با امیر مسلمان ها چه قسم برخورد متکبرانه میکنه با عمر فاروق. یک بار مردم صدا دارن السلام علیک یا امیر المؤمنین. ای عمر اسبکی دیگه کی مردی؟ پارسال خدا از اسب به پایان انداخت میخواست که به پاهای عمر فاروق خدا بیاندازه. حضرت عمر در بغلش گرفت گفت بچه مرگ بنده خاکیست هیچ تشویش نداشت هیچ مشکلی نیست هیچ ملامتگی نیست. پیام های تا به عمر رساندی؟ گفت ما چرا نگفتی که تو عمر هستی؟ گفت من عمر هستم نه امیر. من عمر هستم نه بادشاه. در میدان محشر اگر یک تن از رعیت ما شکمش گرس نباشه که هست من جواب گفتم میتارم چی رسه که من تکبر کنم امروز. شما زندگی ما ابو حنیفه رو بخونیم زندگی ما محمد حنبل بخونیم. شیرین است یا نه تواضع است یا نیست تواضع کنیم. ای با پدر و مادر ما کنیم با همسر زن ما تواضع کنیم با اولادکای ما تواضع کنیم. چنان قفاق میزنی که فکر میکنی که صاحبش هستی تو پدرش هستی صاحبش نیست صاحبش الله هست. معلم ها استاد ها دکتر صاحب ها علما همه حالا یک دکتر با یک مریض دکتر متواضع چه قسم اخلاق میکنه؟ دکتر صاحب کمر من درد میکنه جان دیگه کجای درد میکنه سرم درد میکنه دکتر متواضع. ولی دکتر متکبر تو به ما گب یاد نده تو را غرض نیست من میفهم که کجای تو درد میکنه تو خود خدا نیستی که میفهمی نعوذ بالله. تنها کسی که میدانه عالم غیب الله جل جلاله و جناب دکتر صاحب مولوی صاحب وزیر صاحب وکیل صاحب رئیس صاحب مادر صاحب پدر صاحب متعلم صاحب. چقدر به معلم بعضی وقت متعلم کبر میکنه. ما در مکاتب بعضی گپای عجیب داریم بعضی وقت متعلم از یخن معلم گرفته نگرفته در مشهر ما متعلم از یخن معلم گرفته بچه از ریش پدر کشیده مادر به فرق اولاد به فرق مادر کتک زده و دختر نامزاد خود را اختیار داده و رفتم مادر را چادرش دریده. این تواضع است؟ خدا ما شما را به تواضع بگردانم. خواهرای ما را برادرای ما را گشت و گذاری که خواهر در شهر و دیار ما میکنه با این لباس عجیب و غریبش با این بوتقا و ترق و ترق و ترق با اون خنده های مستانه عجیب و غریب کاملا دنیای از غرور و کبر و جهنمی بودنش است. خواهر کمی بنده باش بیچاره باش برادر تواضع کو. شیرین است مزه میده بهترین عبادت است. میخوای بهترین بنده شوی بهترین عبادت را انجام بده. تواضع به الله را خو میکنی کم کم تواضع برای الله کو به مخلوق الله حتی به یک گناهگار. شاید او ایمان ببره تو ایمان نبری از این ترس ولی وقتی که ترسیدی انشالله ایمان میبری که ترسیدی ایمان میبری. یک صحابه مریض بود پیغمبر علیه السلام سر جایش رفت عشقایش میریخ رسول الله علیه السلام گفت چرا گریه میکنی؟
گفت می ترسم یا رسول الله بی ایمان نرم از دنیا. می دانین رسول الله علیه السلام چی گفت؟ گفت می ترسی واقعا؟ می ترسی که بی ایمان نری؟ از این گفت می ترسی تکرار کرد. مریض گفت بله پدر و مادر فدایتان می ترسم یا رسول الله. گفت خیلی تو حتما ایمان می بری، بگوی الله اکبر. کسی که ترسید گفت و ایمان می برد، کسی که تواضع کرد و ایمان می برد. به شکستگی الله می رحمه، به بیچارگی الله خوشش می آید. تو را در لیست شکسته را می ره، شکسته سخن می گه، شکسته می نشینه، شکسته می نوشه می خوره، شکسته مجلس می گیره، شکسته با شما صحبت می کنه، جو احوال پرسی می کنه. خداوند ما را این قسم متواضع بگردانه. و اگر با جاهل روبرو شد، ای خود دیگه شخص سالم است، ای شخص سالم است، به اصطلاح شهر ما کل خراب نیست. من خود کل خراب هستم، خیلی تو دیوان هستی. من کل خراب هستم، خیلی تو بیعقل هستی دور از شما. من کلم خراب هست، خیلی تو متکبر هستی. کلای ما جور هست انشاءالله سیست. اعصاب ما برحال است، اعصاب ما را تواضع حال نصیب میکنه. به ما شکستگی انسانیت میاره. یک نادانی، یک جاهلی، یک بیادبی دشنامش میته این عالم را، این عابد را، این متعلم را، این کراچیوان عزیز شهر من را، این دریور را، این دکاندان را. ای به او میخنده السلام علیکم و رحمت الله. یک معنایش ترک سخن میکنه، با او بیادبی نمیکنه. معنای دیگهش برش میگه که من از طرف من امنیت هست برای تو، تو برای من امنی پیش کردی، من امنیت برات پیش کردم. تو ما بد اخلاقی پیش کردی، من برات اخلاق پیش کردم. تو ما بد بیادبی کردی، من با تو ادب میتم. دین ما دینی ادب است. حضرت عیسی کلیم در یک جا تیر میشد کی؟ بله؟ اگر هم اگتون بگوین گناهگار نمیشه؟ بله نفهمیدم. حضرت بیدار شده نه یک جای تیر میشد، یک کسی دشنامش داد، دو زد، توهین کرد، هیچ چیزی نگفت، به طرفش نگاه هم نکرد. امتش حواریون با حضرت عیسی میگذشت. یا عیسی تو یک پیغمبر هستی، مرا احساساتی کردین بیادب، چرا دشنام میت شما را یا عیسی؟ حضرت عیسی گفت چون دشنام در درونش است، در درونش کثافت است، کثافت از زبانش بیرون میشه. من عیسی مسیح هستم، پسر مریم، پسر یک ولیه، خودم یک